افغانستان برای نخستین بار پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری شاهد برگزاری انتخابات شوراهای ولسوالی ها خواهد بود تا این جای کار کمبود بودجه نبود امنیت و مشکلات سیاسی از عمدهترین دلایل برگزار نشدن این انتخابات در چندین سال گذشته شمرده می شود سلام او وختتون به خیر بجړګې آزاد بي بي سي خوشامده اید من دروښانه صدیقي يم سلامونه دا بي بي سي پدې آزاد ډرګه کې ز شازيه هيا هم استاسو قربتوب کوم خراج لې افغانستان چندین انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی را سپری کرد با وجود تاکید قانون اساسی بر برگزاری انتخابات های ولسوالیها، ها هنوز هم حکومت ها در 16 سال پسین نتوانستند انتخابات های ولسوالی ها را دایر کنند در واپسین مورد هم که قرار بود انتخابات های ولسوالی ها همزمان با انتخابات ریاست جمهوری برگزار شود کمیسیون مستقل انتخابات از برگزاری این انتخابات پاکشید. تا کلسوی د افغانانستان پڅ باندې 319 ولسوالو یو کې دوه لمړي ځله لپاره د ولسوالیو شوراګانو ټاکانه تر سره سي دا په څټول ټاکنې ایا د تا کراندار یا قانون جوړسويده او په دې کې به د ګډون شرایط سي دا او د دې ته ورته پختنه په دې آزاد اجرګکه کې در جریان امشب در پیوند با امکانات و آمادگی های حکومت برای برگزاری انتخابات شوراهای ولسوالی ها با مهمانانمان مولوی عبدالرحمن هوتک کمیشنر کمیسیون حقوق بشر افغانستان و خانم رحیمه ظریفی کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات و آقای حامد کریمی رئیس پلیسی و پلان اداره ارگانهای محل شما را خوش آمدید میگم او ازادي جرګې ته د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو د راغلو ګډون کوونکو هرکلی هم کوو تاسو ټول ښه راغلی ستړي مسی خانم ظریفی بحث را با شما آغاز میکنیم قسمی که میدانیم تمام انتخابات ها با یک میکانیزم ویژه خودش برگزار میشن یک مقدار در مورد خود همه انتخابات به ما معلومات بودیم که انتخابات شوراهای ها چیست و با کدام میکانیزم ها برگزار میشن ها تشکر بسیار زیاد هر سلام و ادب دارم به میمونان نهایت عزیز گردانندگان برنامه و مردمی با عزت افغانستان خب انتخابات شورای ولسوالی تعدیلاتی که در قانون آمد یک سلسله ها را آورده در سال 1397 کمیسیون مستقل انتخابات آمادگی از ایده داشت که بعد شورای ولایتی را انتخاباتش تطویر شود و ما نمایندگان خود در مجلس سنا و در خود شورای ولایتی داشته باشیم مطابق مادی 141 قانون اساسی و برای فعلا تعدیلات که در قانون انتخابات آمده و ای یک سولت از چالش هایی که چرا ما نتانستیم در سال 97 شورای ولایتی انتخابات نکنیم ما در هر مورد انتخابی هم نقاط مثبت شداریم داریم و هم بودایی که بعضی موارد به چالش میکشن و بعضی پروسه ها را که ما نمیتونیم یکی از دلایلی هی که چرا انتخابات شورای ولایتی شورای ولسوالی در سال گذشته دایر نشد دمی جی جیانی گپای ما سوال شما میه که میکانیزمش چگونه است ما میایم سر از او بس دلیلی شی بود که در قانون انتخابات بس یی چې حداقل کسي چې د شوراوی ولایتي نه خپله شمس همدغه میکانیزم را تشکیل مته باید فارغ صرف 12 باشه وختي چې دای پوسټ خودا کاندیدا میکنه باید ازو جغرافی پدې جزیات د خپرونې پنور برخه کې موږ پختني لرو مشخصه پختني دغه ټول جزیات په پیغه کې کاور سي اوس بل په خغلې هوت کې نه پختنه وکام چی راته د ټاکنو درخواست پاړه با خبرې کو په ځنګړې توګه د اولسوالی شوراګان دغه ټاکند دخل لپاره څومره مهمه دي بسم الله الرحمن الرحیم تراسو <applause> موخه ختاسته ډیرو درنو او غلوم المنو ټول له پروګرام اوریدونکو ته سلامونه ورس کوم او مننه کوم له بلنې څخه مو څومره سلې ډېری مهمه دي یو مسله ده چې زموږ اساسي قانون او نور در ټکنو اړوند قوانين سي دي پهو کې په ټولو کې صراحتسته زموږ لوی جرګا بدون لدې چې د ولسماله یو ټاکنې ونسی نسی, نسی دایرې دل... دلای زموج میلي شورا چې سنه یو رکنده اغاترهغه وخت ته پوري چې دغه ټاکنې نوي سوی نسی تکمیلې دلای لاغه علاوه په دولت په حکومتاری کې د خلکو ونده یا مخصوصان د حکومت او د چارواکو پر کړنو باندې د خلکو نظارت کمزورې دی خلک نظارت نه کی څلور سا ولوسوالوي دي څلور سا ولوسوالوي کې هرڅوک پر خپل سر کار کې alternation نظارت متاسفانه وجود نه لري باینېال کې دا مسأله د خلکو او دولت تر مابین یو ډوډ واټن او د فاصله سبب هم دا یاني دا, دا یو ډیر مهمه بنیادی او اساسي مسأله ده چې باید په دې مملکت کې هر څومره زر چې کده ایسي د ولسوالیو د شوراګانو ټاکنې اوسې او خلک په دولت کې په خپل اندازې قانوني اندازې سهیم و اوسې آقای کریمی چقدر ولسفالی های افغانستان به گونه مشخص و دقیق خودش مرزبندی شده و با حدود دربه و حتی نفوسشان یعنی نزد ارگان های محلی به ثبت رسیده؟ من سلام عرض میکنم خدمت مردم و افغانستان و وزیرین در سالون و میمان های گرامی ما مجموع 388 ولسفالی که رسمیات خود در نزد حکومت افغانستان داره حدوداتش با وضاحت کامل در نظر اداره ارگانهای محلی هست و در مورد بحث جمعیتش و بحث مسائل مربوط به کوردینات و ساعت دگشت طبیعتا ادارات دگه در حکومت افغانستان که اداره ملی است معلومات و اداره کارتوگرافی که در وضاحت چرسازی و عراضی هستن با ما همکار نزدیک هستن و نصف مشخصا میتونیم بگیم که ما هیچ ولسوالی نداریم که رویش نقطه عطف باشه که مربوط کدام ولایت میشه یعنی مشکل و جنجال برای هیچ ولسوالی وجود نداره قطعا چون این موزل مشکل وجود نداره فلا با همی زمینه بوده که ما در ا انتخابات پارلمانی زمینی تخنیکی ورګور انتخاب شورا ولسوالی فراهم بود او په همدې اساس هر واحد هر حوزه انتخاباتي مو یو شورا یو ولسوالی تاییدیته بود را به سو ګډون کوونکه كو ته محترم ګډون کوونکه كو تاسو زموږ لېلمانونا کومه پختنه لری لطفاً لاسونه مو ځکه bale دویم قطر کې تاسو میرباني ما محرم علي نوروزي سم یو تر از اشتراک کنندار از ولایت بامیان سوالی که متوجه آقای کریمی میشه است که نفوس ولسوالی ها رو شما بر اساس کدام میکانیزم مشخص میکنید وقتی که ما در سطح ولسوالی انتخابات میکنیم حوزه انتخاباتی کوچک میشه وقتی کوچک میشه یعنی کارم سختتر میشه دیگر طبعا شما چی راهکار را به خاطر تشویق افراد که در سنتی هستن خصوصا چه راهکار شما پیشنهاد میکنید تا این افراد برای پروسه انتخابات اشتراک کنند و همچنان اجازه بدید خصوصا در بعض ورسوالی ها خانم ها شدیدا مشکل است این مشکل شما بر اساس کدام مکانیزم میخواین حل کنین که خانم ها حتما در هر ورسوالی باید در انتخابات اشتراک کنند تشکر یک پرسش دیگه هم می داشته باشیم دوستایی که پرسش دارن دست خدا بالا کنه هغه نوستراتولاند لوګان ولایت خمدي خبرونه کې ګرون کړي زمو سوال مې مرمنځ رفس خدي چې مونږ په زمون پلسواله یو لور پروتوس مې دا سي خلک شتا چې ټاکنو پړه په هواینه لري نو هغه څنګه کالج دي خپل خاخه نماند په ټاکنو کې و ټاکي هغه ترایو کې او زمو د پښتانه دمو چې یا سوچي دغه ټاکنې زندنه شي نه دوم پړاو ته لاړ شي سپاس مانم. یک مسئله که اشاره کردن که حوزه ها کوچک میشه دقیقا هر قدر که ما به قصبات و قریه ها و ولسوالی ها میریم همون قدر ساحه رقابت ها ساحه کار ساحه آگاهی تنگتر میشه شما چگونه در این ساحات کار میکنه؟ تشکر در را انتخابات شورای ولسوالی چالش های جدی وجود دارد بحث ما سر راکار هاست دو راه بسیار قوی میتونه که موفقانه انتخابات شورای ولایتی را یعنی تحت پوشش قرار بده یا کبر بکنه یک موضوع تامین امنیت اساسی ترین مسئله در موضوع تدویر انتخابات شورای ولسوالی است یک موضوع راهکار دوم آگاهی عامه آگاهی عامه یکی از اساسی ترین مسئله که مردم افغانستان به خصوص زنا را پایشان به صندوقهای رای میکشانند که او آگاهی تنها با داشتن پلان کمیسیون مستقل انتخابات کافی نیست تمام افرادی که مسئول هستند حتی مسئولیت بزرگ و یا کوچک دارند یا ندارند مسئول مسائل شخصیشان هستند اینا مسئولیت دارند که در رابطه به انتخابات در رابطه به حضور زن ما یک مثال براتون میتونم خانوادی که میخواد که خانه به حج ببره بسیار به حزت پنج قتاکس میگیره تذکریش میگیره او را میبره به خاطر اعدای رکن پنجم اسلام یعنی مراسم حج او می آماده است که مگه تکمیل بکنه پس ما به تمام جامعه سنتی افغانستان که در پالوی سنتی بودن ما موضوع شرعی و قانونمند و حتی قوانون افغانستان متاثر از مسائل شرعی است از مسائل دین اسلام است ما میتونیم با بیان همچه با آیت، حدیث، علما، متنفذین، نهادهای جامعه مدنی، مردم، و نادهای حکومتی فرزن وزارت های مختلف در بخش آگاهی ما یعنی سامی فعال داشته باشیم که یک مثال برتان دادم و میتونیم که انتخابات هم که ما 14 سال است که حق انتخابه. دار ما متريم په دې پروسه کومک کوو کریمه صاحب عربه سم تاسو <تصفح> ته دمه پښتانه دوه جوزه لري لومړی جوزه دا خپل کله چې د ولسملی شوراګانو استاد یو ټاکرسي او دا ټاکني ترسرسي دا په د حکومت سره او په حکومت ولي کتمره ګټه ورته مامسي او خپل پښتانه دا چې اغلي ظرفي ویل چې په دې برخه کې مو کډرونه تزارو تلرو نو په دې برخه کې خپل د سیمه زوګانو خپلواک ادارات کوي سي در سه صد ما شوراهای منتخب مردم افغانستان داریم که در کنار سطوح حکومتی ما قرار می گیرن ما در سطح ولایت والی را داریم در کنار از او شورای ولایتی به عنوان یک سطح انتخابی و در سطح ولسوالی ولسوال ما و اداره ولسوالی ماست و در پحلوی از او سطح انتخابی شورای ولسوالی و در سطح قریه که قریه دار ما هست و شورای قریه ما ما طبیعتا بر نقش مردم در افغانستان نقش بر از اونا در حکومت داری محلی و ای که حال ادارات حکومتی ما در سطوح پایان حضور نهادهای شورای محلی میتونه اونها رو پاسخگو بسازه و ما بتانیم در سمت و دادن برنامه حکومت و شکگیری بحث گذاری محلی و بحث بودجه سازی محلی و و پاسخگویی و همچنین رسیدگی به نیازها در سطوحی که برش نیاز هست نقش شورای محلی بسیار کلیدی است و در او جمله بحث شورای ولسوالی که محور صحبت امروز ما هست به عنوان میشه گفت کلانترین ساعت انتخابی محلی که ما داریم که در مجموعه ولسوالی‌های های افغانستان اینا حضور پیدا میکنن و رابط میان شورای قریه و شورای ولایتی میشوند مفیدیت از اینا در ای نقش برجستین و نقش برجسته اینا در ایجا بسیار بر موازی است و روشن است بسیار تشکر خانم زریفی اشاره کردن آقای حوتک بر نقش علما و نقش مردم که بیشتر در جاهایی که سنتی هستند و بیشتر باید برای آگاهی ها کار کنند فکر میکنین در اینجا علما چقدر کار کردن و چقدر میتونن تاثیر مثبت داشته باشن روی آگاهی عامه مخصوصا در قریه ها تا اجازه را که و یو ډیر لانده هغه سټونډینټر دی اساسي دی بلاند لاندې دوه ټکي مېرباني کوم مسله دا د ټاکنو کې معمولا کته سده د خپل د ټاکنو د قانون دویم او دریم ماده را وګوري کمشنر صاحب تشریف لري دوه شرط ډیر مهم او اساسي پکشي دي چې متا صفانه زموږ په ټاکنو کې تر اوسه نه ست یوه دا د ټاکنې باید موموي بل دا چا عدالت نه نه ای زموشت حا کې د روسا پوری متاصفانه شرایط دلته داسي حاکم دی امنيت نسته پلان نه نسته تروسا پوری متاصفانه نو موامي ورته ویلایسه واقعي معنا باندې ناديله نه ورته ویلایسه یو مساله چې ډیره جدي ده بل مساله چې ډیره اساسي مساله د کمشنر صاحب شاره ورته کول از موږ د ټاکنو په وړاندې د امنيت مسله ډیره جدي ده مخصوصان بیا په اطرافو کې در شو د پاره د خو بيخي یعنی تروسا متاصفانه یو خوب ده ته ته په ولسوالیو په قریو کې ډېر شې په ټاکنو کې غړون کې یعنی یو خوب د په حقیقت کې اوس عدالت نه و ازه د علماء خپل د مسؤل او ارګانونو لخوا سم په دې باره کې پوره کار نه وسوي یعنی خپل د کمیستون د انتخاباتو لخوا سم په ماذرات باندې تورن مستند خپل د حکومت لخوا سم پوره کار نه وسوي اغاهي عام نسته پر وخت باندې ټاکنې نهسته د ټاکنو نتائج او اعلان و میاشتې اتم میاشتې ټول کشي وی دا نه یو عادی داتې ټاکنې ټاکنې کې بلکې پر ټاکنو باندې د خلکو باور او اعتماد نه باندې تللی دا خلک چې ګوري چې څومره درغليانه پکې ښیستا خلک چې ګوري چې ټاکنې اتم میاشتې ورستنه تا ایج اعلانې ایږي نو خلک باور رغلل جو ډېر باور اغم دي اوس اوس استاج واه تلان رازم همباي خپل کمیسون په اول قدم کې په دویم قدم کې دولت په دریم قدم کې عام مدني ټولنه نه یوازې علما اما آم مدني ټولنه پاغو کې علما پاغو کې قومي مخاور دا د دغو مسؤلیت د کموږ غوالو يا ديموکراسي باور لرو يا غوالو چې د ديموکراټیک نظام د خلکو پر راي باندې ولوسي نظام ولرو ټول باید په خپل خپل سهم باندې په خپل ساحه د صلاحيات او د مسؤلیت کې کار وکو خلکو ته اېفام او تفهم وکو خلکو ته اغاهي ورکو نو کېدایسي په تدریج باندې موږ یو وخت یو واخ یا مضبوط ونس کی یا 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 بل نصل یو واخ یو شو واخی ټاکونو تولر ممنون نو وا در سیدا با چن فورسز ششتهر کوندای کی پروسس ترن د ستو خدای بالا کنن بسم الله الرحمن الرحیم من رسول سلطانیستم یو کل از ششتهر کوندای از ولایت میدان وردک از اقای هوتک یو سوال داشم کی نقش کمیسیون حقوق بشر در تعین وکیل شورا های ولایتی چی میباشه و همچنان یک سوال دیگه از آقای کریمی داشتم در ارتباط به اینکه آیا در انتخابات شوراهای ولایتی سهم بندی خاصی از ولایت ها وجود دارد یا خیر سپاس ابتدا از شما میشنم آقای کریمی ما مشخصا آن مسئولیت اداره ارگان های محلی بحث زمین سازی تکنیکی و حقوقی برگزاری شورای انتخابات شورای ولسوالی است ولی بله مشخصا ما تعداد چاوکی شورای ولسوالی به اساس نفوس اینا پنج نفر، هفت نفر، نو نفر و یازده نفر است که در اون مورد ظریفی صاحب باز معلومات مفصل تر خواهد دادن اگر سوال شما پاسخ یافته باشه من از یک مقدار از خانم ظریفی بشنیم چون پاسخ خواهرمون بیشتر برمیگشت برای خانم ظریفی اما یک مقدار تفاوت جایگاه بودن. تشکر بسیار زیاد تمام اوزه های شورای ولسوالی نظر به نفوس اینا هم تعدادشان که از پنج الى یازده تن از تعیین میشن و مطابق تعدیلی که در قانون آمده 25 فیصدی کرسی ها متعلق به زنان هستند که تلاش های باید جدی صورت بگیره که این کرسی ها توسط خانم ها باید پر شود در صورتی که اگر کرسی خالی میمانه بعد از اینکه در تمام اوزه های مربوط پروسه انتخابات ختم میشه در عوضی مربوطه که جایگاه چه آیا کرسی زنان خالی هست کمیسیون مستقل انتخابات مسئولیت داره مطابق قانون که بار دوم دو عوضه انتخابات برا به خاطر پرساختن چوکی خانم ها سپاس شما میتونین از طریق راههای مختلف در برنامه جرگی آزاد وصل شوید از طریق فیسبوک تویتر و انستاگرام و همچنان جریان مکمل این برنامه را میتونین از طریق یوتیوب و برنامه جرگی آزاد هم تماشا کنید فعلا یک وقفه کوتاه میگیریم اما برنامه ما ادامه بدیم د بي بي سي آزادې جرګې ته بیا هم خراغلې په د خبرونه کې د ولسوالۍ شوراګانو د ټاکنو او پټولې کې د ټاکنو په پروسه کې د خزو د ګډون د ارزښت پاړه خبري کوي وار وار کو ګډون کو تک چې څوګز مګل ملمنونه پختنی لري تاسې میرباني محسن موسوی هستم از ولایت میدان وردک سوال ما متوجه خانم ظریفی است ایشان از راهکار صحبت کردن که راهکارهای انتخابات ایناس است دو تا راهکار را ارائه دادن تقریبا من سوال من مشابه همین است مبنای انتخابات آزاد آلانه احترام به امانت است امانت رای مردم باید به با امانت سپرده شود چون رای خودش امانت است سوال اصلی است که راهکاری که بتانه به این رأی مردم خیانت نشوه و قانون هم نادیده گرفته نشوه و یک ما شاهد یک انتخابات واقعی نه انتخاباتی سوری باشیم چی است دقیقا نمی راه کارا را اگر بتانین ممنون تشکر اجان بس شفافیت بسیار یک بحثی است که همه گره نگران خود ساخته با چه میکانیزم با چه شیوه شما از رای مردم حفاظت میکنین با این پرسر شفاف مدیریت خواهید کرد تشکر بسیار زیاد طرز عمل ها میکانیزم ها لایه ها همه در روشنی قانون اساسی و قانون انتخابات ساخته میشه و کمیسیون مسئولیت مدیریت و عمل ساختنشه با همکاران و زینفان خود و با مردم افغانستان با ناتهای جامعه مدنی حضاب، ناتهای بین ملی انجام میده مسئولیت کمیسیون در روشنی قانون یکی از بحث های اساسی که در قانون روشن آمده بحث بایومتریک است وقتی که ما بتانیم تمام پروسه انتخابات مطابق قانون بایومتریک بسازیم به بشف... شفافیت انتخابات کمتر زیر سوال میره به خاطر که 100 فیصد اگر ما چیزی میگیم فکر میکنیم که وقت است که هنوز شاید با وقت نیاز داشته باشه یک مثلا قانون اما حداقل باید تدابیر لازم داشته باشه انتخابات دو بود داره بود مدیریتی مربوط کمیسیون مستقل انتخابات و بود منابع موضوع همکاری است فرضاً بازرگو مسئولیت کمیسیون مستقل انتخابات نیست ما تر خود میتیم پلان خود میتیم تفاهم نام های خود امضا میکنیم بخش های امنیتی مسئولیت داره که بازرگویان چگونه میتونه زمینه را مساعد میسازه با کمیسیون و با مردم افغانستان که اونجا ما حداقل به شکل قانونمندش انتخابات تدویر بکنیم یک چالش است و ایلا های انتخاباتی ما که مسئولیت دارند در دا قبال مردم افغانستان جوابگو هستند و تقریبا نیروهای امنیتی در عرصه‌های مختلف در انتخابات شش میزان که ما پیشروی داریم با ما همکار هستند تاسو ویل چې د امنيتي تنظیم په برخه کې امنيتي کسان مسول دي تاسو خپل له دغو ادارو سره څومره هم هنګیل لري او څومره ورسره پاڑی کوي جلساتې منځزم مطابق پلان داریم در هر هفته و ما چون انتخابات مقطع عملیاتیش است ما نمیتونیم تنها به جلسات اکتفا بکنیم با وای, گروب، وای بر گروپ واتس اپ گروپ ایمیل ارسال مکاتب تماس های تلفنی ما هر هان پلان را که ما مشترک با نیروهای امنیتی ساختیم در جایی که چالش با چالش رو بروی میشیم با اونا شریک میسازیم تا ما با تطبیق پلان بتونیم انتخابات بهتر به مردم افغانستان داشته باشیم به که جون او رای هر افغان حق بالې خو د راپورونو پر بنسټ زیاتره خځلې دغه حق نه محروم باتی کیږي ساسو په نظر اوس څنګه کیږي چې لاري چاري باید وسې چې خځې وهڅول سیاوي هم خزو د زمينه برابر س32 راسي او خپل حق نه ګټه واخلي په دې ارتباط باندې مور اثر سانس ما په نظر هغه څه چې زبردشومل دي مثلا دري چلور ديري اساسي ستونزيستا يا و کداي سي ديني يا مذهبي صبغه ولري او اغداس یو ذہنیت دلته مثلا ستات چې بار ځان تشدد متشدد تعبیر ل دینی نصوصو سویدې چې مثلا شذ بایت کور وی او شذ بایت چې استفاده نو کی اجازه اجازه را کرا زمو مرباندی پدې کې زه فکر کوم هم دغه متشدد تعبیر او علامه لامت هم له دغه حق څخه استفاده کوونکې دواله ملامت دین په اصول لشي شکل باندې سج ته حقور کړي د سج او د نړۍ هیڅ فرق نشته اما دیني چاپرياليز محدودیتونه نه وایي په دین کې هر قانون کې محدودیتونه نشته په بشري حقوقو کې محدودیتونه نشته هر محدودیتونه مشسم نه لريات کړي مو فکر کووڅ یعنی ک په واضح ټکووم په ټوله شان کې افراطی خالد ما یې پرای ورکولو کې محدودیت نه یعن اصل کوم یو ستونزه ده د هغدا د علماء کار ده چې باید علماء پدې کې هغه صحیح تعبیر راو basi او د خلقو کار ده چې یعنی دموکراسي په داسې شکل باندې نه چې خدای ناخواسته له دمسره غټ د ټکر و صراحت یې ورسی یوو مسله ده دوه مو مسله په دې ځای کې موږ زه نه نم تروسه پوری اماده نه دو یو دي ته متأسفانه ائني ستونزو سره هم موږ ملګریو مخامخ مثلا دوه په قانون د ټاکنو په قانون کې ډیر ښکارا وایي چې اعلان د ټاکنو به یو څولو اتیا ورځ په فکر کم 180 ورځې پيش بې اعلان کوي یو سول شلو راځي مخکې په تقویم اعلانوي درې میاشتې ټاکنو ته تا پاتې دي شپږ میاشتې مخکې باید اعلان کړو تر اوسه پورې نه ده شوی یعنی هم امنیت هم تخنیکی ستونځي بلا بیل ستونځي د دې په وړاندې مناسبه نه وجود لري بس هم فرصت رسیدا به چن پروسه ش از اشتراکونکو دستاونو اشتراکونکو کې پروسه تورن دستاي خدا بولو کوله شما بسم الله الرحمن الرحیم د شيرناغه اغه ایمه د کندز ولایته چاردرېده ول سوالي څخه منغه همدغه د شخص د شوراګانو د ول سوالي په باره کې حتی دغه د د ول سوالي چې په سلمتري دي ر مرکز ته وجود لري څوک البته ورته نشي کولای او امنیتي څونګلري امنیتي څونګلري او بل خپل داخل کو هم د تاوت کړي چې موږ سره دولت د دولت د آدرس چې هر کاري هغه موږ ته قابل د قبول نه ده د دې خلکو په دیلانس کې زموږ د خورده باور ورکو مې نوم خدای ومن فاتونه سیقایال سم مسولیت قبول او سوال ما متوجه ښځو ظریفي است چې یو ګڼه مشكله بارز ښځو ما د پروسه انتخابات او تمام ديګر اورګانای دولتي فساد اداري است آیا دولت د زمينه هم را به کمیسیون مسقل انتخاباته کړم پروسه هم کوي مشارکره ده شته نه بله ممنون خانم ظریفی چون یک بحث اینجا جمع آمده بود برای در بخش خانما و بیشتر پرداختن اجازه بدن اگر موافق باشه آقای کریمی را داشته باشیم چون یک بحث بیشتر برمیگشت برای حکومت که حکومت در برگزاری انتخابات شورای ولسوالی ها چقدر میتونه که کمیسون را کمک کنه و سپس میپردازیم با تک تک پرسش هایی که داشتیم از اشتراک کنند ما مشخصا مسئولیت های پیش از انتخابات حکومت نهایی ساخته برای نه. کمیسون انتخابات دو بحث اساسی در پیش از انتخابات بود یکی بود که ما زمینه حقوقی ایجاد شورای شورای ولسوالی را فراهم بکنیم که ما خوشبختانه فعلا قانون تنظیم امور شورای محلی را فعلا نافذ داریم از نگاه حقوقی شورای ولسوالی ما شخصیت حقوقی خوده بر مبنای قانون اساسی یافته و میتونه فردا که انتخابات برگزار شود صلاحیت کاندید و شورا بسیار واضح است و نوع رابطش با حکومت روابط عمودی و و باقی که اونا کمک کمک میسازه که از مردم نمایندگی بکنه یعنی پیش از این ای قانون وجود نداشت و حالا قانون شده قانون متاسفانه این قانون وجود نداشت و ایده در تلاش حکومت و همکاری نزدیکی که نهادهای مختلف حکومتی داشتن این قانون نافذ شد بحث بعدی پیش از انتخابات مهم بودی بود که ما بر کمیسیون مستقل انتخابات از جانب حکومت معلومات بدیم چی تعداد ولی سوالی داریم چقدر جمعیت دارن که اینا بتونن در مورد تعداد کرسی‌ها در ولسوالی ها بتوانند تصمیم بگیرن م. که اینا کمک می سازد. این آمادگاه پیش از انتخابات و حکومت به جای کرده. شما قادر هستین در چه تعداد ولسوالی ها انتخابات شورای ولسوالی ها را برگزار کنید؟ ما وقتی که انتخابات شورای ولایتی را دایر می‌کنیم کشور ما شما افغانستان، جغرافیایش، سی ولایت داره که ما سی عوضی شورای ولایتی را داریم، این را و بعضی اول سوالیا وقتی که ما انتخابات سرتاسری میگیم دهی قسمت سرتاسری بودن انتخابات زیر سوال میره دلیلش یه است در بعضی از اول ها نسبت ناامنی یا ارقام کشیده ما نمیتونیم دو انتخابات مثلا در ارقام را که اداره محترم ارگانهای محل اگرچه بحث گذشته است ولی ما باید معلومات خود داشته باشم 368 ولسوالی را ارقام داده بودن که ما میتونیم در اونجا انتخابات داشته باشیم یک مسئله و چالشی که چرا انتخابات نشد متاسفانه اما بحث ناهمنی، سنت ها، کمکاری در بخش آگاهی یا ما ما تقریبا در حدود بیشتر از 40 و مسائل تکنیکی در کمیسیون ما ما تقریبا تقریبا نه. ما در بیشتر از 42 سوالی یا بیشتر از 40 سوالی ببخشن که دو سوالی میشه ما کاندیدای مرد و زن نداشتیم فکر نمی این ضعف از... خود کمیسیون بوده که آگاهی نداده بر مردم ام... که بیان خودشان را کاندید کنند در بحث بس آگاهی بسی کوچک نیست کمیسیون نمیتونه با تطبیق پلانش اتبویا که ما تمام بس آگاهی ها را پیش میبره برنامه جریانات دا ولی 4 شخص ډیر راضیاتونه خاقاله هو تک زمږ یو ګډون کوي پختنه د لوټ دوی هم ناراضه وای نه امنی دا په دغه پروسه کې موږ ګډون کوو دا فکر نه کوي چې بیا هم خپل دوی خپل حق ته په وړاندې کوي او یو ناراضي نه دوی راضي په بل ملي پروسه کې ګډون نه کوي درته باید د څه فکر نه کوي چې خلکو ته باید په هڅه چې دا هم ملي پروسه د پکې ګډون وکړي زه فکر کوم اجسب استاسو په طونځباندي کومې څون خبرت زه خپل شخصا خبرم او تاسو به ماغه وخت کې ممکن مطبوعات او رسنې کې زه ما خبري اوریدلی کومې څول کامله نه واجب کندوس کې بلکې په ټول افغانستان کې چې په واست دی وروستو کې کومه عملیاتونه د شپې عملیاتو بمبارونه روان دي په تاسف سره ما اندیشمونی په تاسو سره مړو اندیشمنيو مش خپل اندیشنې کومې څون له دولت له ټولو اړوندو ارګانونو سره شریکې کړي دي نو دا تاسو حق ده یعنی ک تاسو د یوې طریقه یو وسيله د فشار غنوې تاسو حق ده ولی حل لار نه ده حل لار نه ده بنا ال زوائم تصنوري لارهستا ک چیرته تاسو دانتخاباتو د ټاکنو لاره سره دلته خپل نماینده او استاذي ولري ممکن د مشكلات مو اغه یو استاذي درحال کی او کدا هم نه اول ته تاسو لټاکنو سره هم دغه پسې و کوینو دا خو ممکن تر بات پسې به تر راځي ته مننه قدرمنو لیدونکو فیسبوک, او وريدونکو تاسو کو ولسی چې په خواله راسنو کې په فیسبوک ټویټر او انستګرام کې زموږ خبرونه وڅارئ او په یوټیوب کې د خبرونه په پا بش پړو ته کټایسي نو موږ سره وسو هم لانډ دامه سلام دوباره خوش آمدین به ادامه برنامه جرگه آزاد بی بی سی در این برنامه تا حال بیشتر صحبت کردیم که چرا در طول تاریخ این انتخابات برگزار نشده و اساسی ترین چالش ها را خانم ظریفی برش اشاره کردن و خوشبختانه مسئله قانونی این انتخابات هم حل شده بیشتر در این عرصه میپردازیم که حالا باید چه انجام شود تا بتوانیم یک انتخابات درست شفاف و با موقع برای شورای ولسوالی ها باید برگزار کنیم از خانم ظریفی میپرسیم خانم ظریفی ما هم جدا از اینکه والی داریم و قماندان هم یعنی یعنی سمت های رسمی حکومتی داریم یک تعداد سمت های غیر رسمی هم داریم مثلا وکیل گذر داریم ملک قریه داریم اینا یعنی با با برگزار شدن این انتخابات مسئله اینا چه میشه یا اینا هم عملا کار میکنن و شورای ولسوالی میای که اینا برچ کشیده میشن و جایشان وکیلای شورای پلیس فلی میگیرن تشکر بسیار زیاد از نگاه بود قانونی معلومات مشخصه در مورد انتخابات است ارگان های انتخابی, انتخابی مجموع شورای قریه است، شورای ولسوالی است، شورای ولایتی است، شورای ملی هست انتخابات ریاست جمهوری است، شورای شاروالی هاست، شاروالی هاست و جلسات شاروالی است. این بحث انتخابی است که ما مطابق قانون در برگزاری ازی نظر به امکانات موجود و شرایط موجود ما را باید تدویر بکنیم mm -hmm. ما فکر میکنیم که وقتی که عضو شورای اولسوالی میایه یک مشکل در سطح می میتونه که با حکومت شریک بسازه و فاصله بین حکومت و مردم نزدیک بسازه یک پیام قوی درست اما جانبه به خاطر ساختن افغانستان از, از سطح اسد ولسوالی و قریه میتونه یک همکار خوب باشه یک عضو رابط خوب باشه و از یک اعتماد کامل برخوردار است پس فکر نمیکنید در اینجا چه نیاز است که شورای ولسوالی ها باید دایر شود شما فکر کنید در سطح یک ولسوالی ما وقتی که شورای قریه را ما بتونیم که ایجاد بکنیم باز ای از نگاه انتخاباتی از نگاه انتخابی تقریبا پروس های ما تکمیل میشه وقتی که اگر ما انتخابات شورای ولسوالی را دایر بکنیم و تا وقتی که به انتخابات شورای قریه میریم فکر میکن نمایندگان قریه نمایندگان نمایندگانش یک ضرورت است بایس وکیل یا یا بزرگ محل اران چیزی که میگن به خاطری که در یک ولسوالی چندین قریه وجود می داشته باشه سپاس. اینا میتونن امانگی بکنن با عضو شورای ولسوالی باز با شورای ولایتی ولایت کرمسته را بسم تاسو ته کله چې د ولسمجلس شورگانو ټاکن کیږي او اساس ټاکل کیږي دلته یوان دښنه ده چې دوی خوستو حکومت یو برخه بیا ګرځي د دوی خوندیتوب څنګه کیږي او په دې مباله پوښتنه ده چې کله چې دغه اساس و ټاکل سی نو دا په خلکو ته تومره اسانتي او رامنځکې او تومره بغټور تمامي کیږي دا مو د قریهدار ببیني قریهدار نمندوی حکومت است ولسمجلس و ادارش نمندوی حکومتستان و والی و اداره ولایت نماینده حکومت هستن سه ساعت انتخابی که در کنار اینا قرار میگیره که ما در صحبت پیشتر هم اشاره داشتم یعنی نفع، یعنی منافی هم نیستن اگر احیانا ما شورای قریه رو میاریم قریه دار چیکار میشه قریه دار نماینده حکومت هست و رابطش بسیار تعریف شده است و در شهر هم ما مجلس شاروالی رو میاریم چاروالی رو میاریم اینا نافی هم نیستن مو سټو انتخابي او سټو حکومت مو به څو همرابطه شونه تعریف کړم هم شخصیت اوقیشان تعریف شود است خو په تنوبخه پښتنه لری پاتې نسی ما په پختل دوی کلچې د اساسیو ټاکل سندو حکومت یو برخه کېدل ته یو بیره نامستکی چدو دي خوندیتو په بیا څنګه کېږي ببینین امه وخت چې ما در, در حکومت ای واضحه استه چې ما در قوه مقنننه شوروای محلي نه درې در قالب قوه اجراییه هستند سلایت قانونگذاری را اینا ندارن و به همین خاطر به عنوان بخش از حکومت که باز میارهای واضح یک خطوط فاصل بین بخش های اجرای حکومت و بخشهای که از مردم نمایندگی میکنن در قانون, در قانون اداره محلی ما داریم و در قانون تنظیم امور شروعهای محلی با وصفی که اینا در حکومت هستن اما تأثیر گذار بر اجرات حکومت به نمایندگی از مردم هستن خیلی خوب است یک مقدار بس بسیار باز شد باز هم نوبت رسیده به چند پرسش اشتراک کننده که پرسش دارن دسته خدا بالا کنن بسم الله الرحمن الرحیم این جانب عبدالقادر از ولسوالی رخه ولایت پنشیر شخص خودم کاندید اعتمالی شورای ولسوالی بودم که ما پول مصرف کردیم زحمت کشیدیم خانمها را مردها را همهرا بسیج کردیم که د او وقت زمانی که ما شاهد هستیم که هیچ کس به طرف سبتنام نمی رفتن چونکه ما انگیزه دادیم برای مردم حتی حکومت باور بکون که در جام ملل ک نو میلیون رایکر رسید و زاستر زحمتکشی ما ووت البته متاسفونه که ایج بسیار کم توجهی شوت که امپول ما رفت ام مردم ما زحمت دادیم ام تکلیف بلخره سرنوشش که وخت د انتخاباتو پلمی رافتن 3 میلیون ام شاده بو یا نشاده بو نظر ما او انګیزش چی بود خوشبو مال کابل څنګه اساس راس سوال کمه دس د حقوق بشری کې د خو پوران دی په انتخابات کې سکارو نامو کړ یعنی پرې انتخابات کې دی وای چی پنځवीस فیصد خوځت حق ورکړي ولی سالويخ فیصد نه نه هداقل ک 500 د ولی سالويخ فیصد نه 25 فیصد دی او بیا فیصد د خوځ حق ورل کیږي فقط د 10 فیصد حق ورکول کیږي په هر صورت خوره او مثلا خدادا چې د 25 فیصد د پخدي په پنځه او یا باندې بنور شذ ټول مقابل سره کوي مبارزه به سره کوي اما د 25% د سيدي د پخدي فکر کوم چې دا ډيره غټ پيش راپته ده زه د مثبت تبېستم یو مثبت تبېستا دي یعنی یعنی کدوې کیمرا هم ولري نارینه زیات راي هم ولري یو نارینه نسیکه ولای چی د زیات راي په وجود د دا پنځو سپیسه د چوکري اشغال کې فکر کوم دا یو شربش شرب راغله مثبت به زداد او د دې استلاب باندې نور خو په دې پنځاو یا کې د خپلر یعنی یعنی راي اخی که راي واخي او یا امړایسي اټيامړایسي ټولې امړایسي خريجات او اطراف خو پرېره د په بازارونو کې تر اوسه پوري یعنی کاملان صرف سل کی مسؤول چاپی ريال نستو د دې لپاره بیت کار اوسیو څه پوالایاتو په پکلوکي څه دلته دغه لپاره مسؤول یعنی 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 شدید که قوانینو کې کمپیوټر له رو قوانینو کې باید کار پر وکو کډ دغه په تطبیق کې کمپیوټر له رو هغه په جدي شکل باندې دغه کوڅي چې دا فکر نه کوي چې په دې برخه کې د خلکو همکاري هم اډی نه تا ته من ما مخ کې وول چې مدني ټولنه هم ټول په دې کې یو بل شي یو ټکی بل ولمه وایمه هغه دا د متا شپانا په اتراپو کې دا د شوون او روزنه یا د تعلیم او تربیه بهر به خي یا نسته تامیناتو د دې په خاطر باندې یا ډیر کمزورې ده خلق خو نو هغه وخت کې چې دی خپل تعلیم یافته سکه نر دي کښې زی دي هغه وخت کې بیادي په خپل د نور په شربت قزاوي کې ممنوننه از شما خانم ظرفي خله کوټه در موضوع پرسه برادر مو کښې پنځه چی را مده بودن یاد کردن کې مصرف کردن کار کردن بر غوزاري انتخاباته ما چرایې نن انتخابات بر غوزانه تشکر بسیار زیات ای سوال شما دو بود ده یکی ما شما تجربه کردیم کمیسیون مستقل انتخابات اعلان کرد که ما میریم طرف اه 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 انتخابات شورای ولسوالی ما تجربه کردیم و از تجربه خود نتیجه گرفتیم که هر قدر اوزای انتخاباتی کوچک میشه و با مردم اونها نزدیک هستند اونا به خاطر خدمتگذاری صادقانه با مردم وقتی که خود کاندیدای شورای ولایتی میکنن در بین مردم کار میکنن و کارشان نتیجه میشه مردم میره ثبت نام میکنن ای یک موفقیت است و پس ما به با این باور داشته باشیم که وقتی مردم افغانستان بخواه چون نبض جامعه را میفهمن معبوبیت خود در بین اجتماع دارن اونا به زبان خود اجتماع اگر صحبت کنن یعنی مردم مرد زن میرن ثبت نام میکنن و رای میتن این نقطه مثبتش است شما به خاطر یک پروسی ملی زحمت کشیدین ما شما هزارها مصارف شخصی داریم اگر بحث قانونی است میشه که مراجعه بکنین به کمیسیون یا به های دولتی ای که ما شما به خاطر مطرح شدن خود ما به خاطر کاندیدا شدن خود ما به خاطر اینکه ما در یک جای بریم که خدمتگزار اصلی مردم در پست انتخاباتی باشیم این مسائل میاد شما را کو که تو پختن لری لاسونه تاسو بسم الله الرحمن الرحیم حسنا جمشیدیان هستم از ولایت قزنی سوال داشتم از خانم ظریفی صلاحیت های یک وکیل شورای ولسوالی چیست؟ و از هر ولایت چند نفر به مجلس سنا را پیدا میکنند؟ بیرزیت تمام بحث های انتخاباتی در عوضی قریه، ولسوالی، شورای ولایتی، پارلمان همه متعلق است به انتخاباتی و تعداد نفوس که نظر به تعداد نفوس ino میتونن که ادهقل در شوراوی ولوالی از 5 الی 11 نماینده داشته باشند در سیاستمانه کریمیصه پر که تاسو دغه خبره را ته روخانه کی چې د ولسوالي شوراګانو داستاز او مسولیتونه او امتیازات پڅوي درمورد مسولیتای ino عینن مسولیتای ک وکلاي شورا ولایتی درن د سات ولسوالي تاسوته وکلاي شورا ولایتی مول مشه و رابطه بین شورا قریه و شورا ولایتی هم هستند و در مورد بحث سناتورها هم یک سوم سناتورها را ما مطلع هستیم که به اساس قانون اساسی یک سوم از سناتورها وکلای منتخب شورای ولسوالی تشکیل میدن در وقتی که تعداد سناتورهای هر حوزه میخوای انتخاب شود حوزه انتخابی حوزه باز ولایت میشه یعنی مجموع شوراهای ولسوالی که مقیم یک ولایت هستن بین اونا انتخابات برگزار میشه و سناتورهای خود به اساس جمعیت و سهمی که دارن معرفی میکنن به سنا او امتیاز باید در مورد انتخابات بله در مورد امتیازاتشان بین اداره ارگانهای محلی و وزارت مالی تفاهم صورت گرفته رقم مشخصی که ما توان حکومت از نگاه مالی بوده و ما فکر میکنیم معاش متناسب هست برای وکلا در نظر گرفته شده همزمان با بحث ماششان، ما بحث تعمیر تجهیزات و امنیتشان هم. ام. با وضعیت داخل بحث امنیتشان در قانون هست چقدر در حدودن مد نظر گرفته شده چون یک در حدود تشویق امیدوار هستیم منجر به تشویق شده در حدود حداقل هزار توافق شده ولی هنوزم صحبت سر جریان داره امکانات دیگری هم همانند مسئولیت و اینو وجود داره як باکو کوټو میگیریم او اخرین بخش برنامه جرګی آزاد هسته دوباره برنامه ګرو قدرمن ولیدونکو تاسو ته د بي بي سي آزاده جرګه ویني په دې خبرونه کې د ولسوالی شوراګانو د ټاکنو په اړه زموږ باسته اغلې ظریفي لیک څه به باور لرئ ما ستاسو ویده او داسې اندخني دي چې دا ځل هم شاید د امکانوي چې د ولسوالی شوراګانو ټاکنې تر سره نəsi تاسو ځواب څه ده؟ تشکر بسیار زیات تعمندای سول مو شو انتخاباته شورا ولسوالی ر نداریم ما میخوایم در چتری بزرگ انتخابات که انتخابات ریاست جمهوری است و شش میزان تقدیم شن اعلان شده ما و کوشش میکنیم که با همکاری مردم که هیچگاهی به هیچ کس بدود از چشم خودشان اعتماد نکنن نظارت دقیق بکنن در قسمت نظارت ما را همکاری بکنن در پلوی تمام ارگان هایی که باعث شاید و ناظر حضور پیدا میکنن بعد از انتخابات ریاست جمهوری ما چندین برنامه اساسی بر انتخابات های پیشروی در سال آینده داریم که بس انتخابات شورای ولایتی است بس انتخابات انتخابات غزنی هست بس انتخابات شورای ولسوالی ها هست حتی اگر ما بتانیم به خاطر از که یکی مدیریت هست یکی ما وقتی که بتانیم میگم امکانات منابع است ما بتانیم که بس بایومتریک هم مطابق قانون داشته باشیم آخرین پرسش ها را می داشته باشیم تاس تا به وردر کو تاس میره بنی بسم الله الرحمن الرحیم حسن جمشیدیان هستم از ولایت دایکندی ورسېش مې هست کې آیا اراده دولت در قسمت برګوزاری انتخابات شوراوی ولسمالي جدي هست یا خیر ډیر زيات مننه یو بل پښتنه با ما واخلو اخر قطر کې تاسو مې رابني به نوم خدا ورزه ادب احمد وي خرمغور هستم از ولایت جوزجان تمیسون چی پلانونه را روی دسته را به خاطر ازي کې دوپاره پس باورمندي مرد، باور مردم جلب کنه کې مردم شرکت وکړنه به انتخاب ورسته پښتني وي ورستي پښتنه با ما واخلو تا سومیره باندې اه بسم الله الرحمن الرحیم ز اسنګول دی کابل دی ولایت اغه پوره تمغه معلومات لرو ولایت تمغه سفرونه کړی دی دبره نامني نشته ده لکه دوی سفرندلته جلوا ورکوید بسم الله الرحمن الرحیم فرید الله السلام از ولایت خوست یو سوال لرم د خپل مولوی صاحب نه چې په افغانستان کې قانون تسویبی کی اداري جوړیږي مګم <مقام> اغه ته یعنی څوک اجنګ نکیدین انی یعنی قانونګزاري <مقام> څوک نکئ انی وس دغه پرسمه چی روانه ده ایا دا به دې څه پوروسی چې دا کی فصاحت نه وي کی او مونږ زو سوالو ته ځواب راټول شي منه نه هو تک صاحب اول د باور خبر او وات څنګه کی دیسی هغه د خلکو به باوري چې را مس سوې دغه پیرته په باور باندې بدل سي که مثلا دولت یا د دولت کوم ارګانون هر اورات خپلې جمني ماتي کی مثلا یا د کمیسون له خوا سهاره ورځ نه وي نه وي نیرته وټاکل سي بیا غ ماته سي مثلا څو وخت مخکې د ولایتي شورا او دغه انتخاباتم کیدو د ولوسوالو وست یو کال ورسته کمشنر صاحب وايي سي یو کال ورسته بيګور پر ډیر کم خلک دل سرد کیږي د دې ورور څه کوم خبره وکوله د قانوندا اماول موږ په قوانینو کې د خدای پزل د پدی تیرو اتلسو کولو کې ډیر سپ پیشرفت کړی د دې کې شک نهسته چې موږ په قوانینو سازي کې ډیر سپ پیشرفت کړی د تقریبا په هر امرخه کې قوانینو او شق قوانين حتی از موږ یعنی دغه اوس قانون د ټاکنو قانون د څلور نیوي کې دغه سوید د نسبت د څلور اټیا په نسبت باندې پیشرفت قانون ورته ویلو څلور شش اصلاحات کې راغلي بیا چې اوس دا نه درس نیوي اصلاحات په کېرار د څو مخ کې د تراغل اپسیر شو اغل ظریفي زموږ د یو که کوونکي پوښتنه تاسو ته هم راجع کیدله وایي نیوکې سته او ستونزې سته و خنډونه سته و خصوصا د امنیتي لحاظه وایي څه تدابیر ورته نیول اگر خیلی کوتا اشاره کنم آقا بحث انتخابات انتصابات ما با شما موافق هستم چالش ها از رده های پایین تا رده های بالا وجود داشته ولی ما همیشه یک بود نقصه به یک جانب فکر میکنیم یک سطح آبایی مردم پایین است نیازمندی های اقتصادی زیاد است اونا وقتی که رای میتن عمود قمتاسفانه به یگان چیزی کوچک فکر میکنن با فرد معصر فکر نمیکنن انتخابات مسئولیت مدیریت چه کمیسیون انتخابات داره این یک بحث بسیار بزرگی ملی است بزرگ... یک پرسش جمعبندی و آخرین پرسش میپرسیم که حکومت چقدر برای برگزاری انتخابات در انتخابات شورای ها اگر ما در هم سال نه یعنی هنوز تاریخش مشخص نیست یعنی مشخصا حکومت چقدر متحد است برای برگزاری از این انتخابات اه... حکومت مطلقا میخواید تمام سطوح انتخابی خود به اساس مکلفیت که در قانون اساسی بهش تعیین شده داشته باشه و این طبیعتا در مشروعیت بخشیدن بر تصامیم حکومت و در تقویت ادارات محلی ما بسیار مؤثر است من میخوام مردم افغانستان مخاطب قرار بدم و حاضرین در سالونه که یک از تفاوت های عمده نظام فیلی با نظام های تحمیلی سابق بحث رای است ای فرصتی است که به مردم افغانستان داده شده و حکومت آنچه در توانش باشه برای برگزاری انتخابات همکاری با کمیسیون مستقل انتخاب برای برگزاری انتخابات شفاف او را به خرج خواهد داد ما هم در قسمت زمین سازی در انتخابات گذاشتم شاید بودین که قوای امنیتی ما حکومت دا تمام اجزاش در خدمت کمیسون بدن که مشکل تخنیکی در قسمت برگزاری انتخاب توسط کمیسون پیشنهاد یا باز هم متحد هستم و اون چکه حکومت در توانش باشه در خدمت کمیسون انتخابات قرار خواهد دا تا انتخابات شفاف برای مجموعه ستو انتخابي ما برگزار بشه ډیر زياته من نه هه تاکسایب زما ورسته پختنه به تاسو ته راجي سي په خبرونه کې د ستونزو د خوندونو پاړډې خبري وسې خو په, په پای کې سازو پیغام خلقو ته څه ده چې په دغه ملی پروسه باندې څه ترس راسي د خواندو په اطرافو کې کوم خواندي من دي دي د هغو په نوم باندې تجارت باید نووسي او د دي مطلق باید په ټولو باندې مخنيوي وکوي یعنی داسي و نسي یو څوک د عدالت په کابل کې ناشته ده په دو ولایت په مرکز کې ناشته ده ولسواليه په تلسکاله لیدل نه ده اما راغله دا په په بدغه کې دا یو قسم فکر کوم چې د ولسواليه د سيمه دي خلکو پر حقوقو باندې یو قسم تیرایده خپل خلق ته بیا ته راي ته معدات سيڅ خپل د سیمي خلق د ولسوالي خلق په دې پروسا کې ګډون وکي ممنون از شما برنامه جرگه آزاد هم در همینجا با قسمت های پایانیش رسیده و تا این جای برنامه ما بیشتر صحبت کردیم که کمیسیون مستقل انتخابات بیشتر امنیت نبود آگاهی آمد کم بود و پایین بودن ظرفیت ها مردم به این کمیسیون و اینکه میتونه در 388 ولسوالی این انتخابات را برگزار کنه و فقط 40 ولسوالی است که به لحاظ امنیتی نمیتونه این ولسوالی برگزار شود بیشتر روی که حکومت هم از آمادگی‌های لازم و از برای برگزاری از این انتخابات صحبت کردن با اومدگی با کمیسیون اعلام کردن و کمیسیون حقوق بشر هم برگزاری این انتخابات را خیلی مهم میدونه و یادآوری میکنه که باید در سالها در همین سالها یعنی در آینده نزدیک این انتخابات باید انجام شود تا این جای بس بیشتر روی همین موضوعات بس کردیم و از مهمان های ما آقای کریمی خانم ظریفی و آقای خوتک سپاسگزاری میکنیم که وقت گذاشتن بله خبرمان موزتی پای که لگردونوال و نتاسو طول ندی نن کوم چې خبرونه ترغلی مننه هاجرګي بعد الله دې